با سلام و وقت بخیر به شما دوستان گرامی. امروز می‌خوایم در مورد عذرهای شرکت تیک تاک و قابلیت‌های این اپلیکیشن برای شما مطلبی را ارائه کنیم. اگر تا حالا با ژرفان نیوز آشنایی ندارین، لطفاً آن را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید. شرکت چینایی تیک تاک که حالا رقبای خودش در آمریکا مثل اینستاگرام را به لرزه درآورده، چند روز پیش در یک اقدام کم سابقه از دختر افغان عذرخواهی کرده و حساب کاربری او را باز کرد. ماجرا از آنجا شروع شده که این کاربر تیک تاک مطلبی را در انتقاد به آزار و اذیت مسلمانان چینی توسط این کشور نوشته بود. در واکنش به این اقدام، شرکت چینایی تیک تاک حساب او را بسته کرد. اما پس از بررسی های اعتراضات این دختر افغان، شرکت تیک تاک مجبور شد دوباره حساب او را باز کرده و از این اقدام خود عذرخواهی کند. برنامه تیک تاک برنامه اشتراک ویدیو برای آیفون و اندروید است. این برنامه توانسته در مدت زمان بسیار کوتاه بین کاربران اینترنت معروف و محبوب شود. در این برنامه می توانید ویدیوهای کوتاه را همراه با موسیقی پس زمینه به اشتراک بگذارید. شبکه اجتماعی تیک تاک اپلیکیشن رقیبی برای فیسبوک و اینستاگرام تبدیل شده است. تیک تاک در حال حاضر یکی از محبوب ترین برنامه ها در سطح جهان به شمار می آید و توجهات بسیاری را در اینترنت به خود جلب کرده. دانلود برنامه تیک تاک در حال حاضر از مرز 80 میلیون بار در آمریکا و 800 میلیون بار در سرتاسر جهان خیلی وقت است که عبور کرده. تیک تاک چیست؟ تیک تاک در جهان بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و تنها اپلیکیشنی است که به این سرعت همه گیر شده است. این شرکت قصد دارد از طریق تیک تاک به بازار آمریکا راه پیدا کند و بیشتر تمرکز خود را به کاربران جوان این کشور معطوف کرده است. با وجود اینکه در گذشته اکثر شبکه‌های اجتماعی چینی در جذب مخاطب خارجی با مشکل مواجه بودند، اما این برنامه ممکن است اولین اپلیکیشن یک شرکت آسیایی باشد که در بازار ایالات متحده به این توفیق دست پیدا می‌کند. تیک تاک علاوه بر کاربران معمولی، توجه برندهای مختلف را نیز به خود جلب کرده. تیک تاک به کاربران امکان پست فیلم‌های 15 ثانیه‌ای می‌دهد. این اپلیکیشن شهرت خود را مدیون کلیپ‌های نوجوانی است که در این فیلم‌ها با ترانه‌های مشهور و محبوب لب می‌زند و می‌رقصد. ویدیوسازهایی که بیش از 1000 فالوور دارد